دنیا به صورت یک مربع است از یک طرف از ایبیریای اسپانیا شروع و به هندوستان ختم می شود و از طرف دیگر از افریقا شروع و به سایشا روسیه ختم می گردد چهار زل آن را کوه ها تشکیل می دهند که گنبد آسمان روی لبه آن تکیه دارد زمین چیزی نیست جز یک صندوق بزرگ که تمام دریاها و سرزمین های شناخته شده توسط بشر در کف آن قرار دارند آسمان در پوش این صندوق است و کوه ها های جانبی آن. این تصویر کودکانه حاصل نقشه برداری دانشمند و کاشف اهل روم به نام کازماس در قرن ششم میلادی است. اما هزار سال قبل از کتاب کازماس اندیشمندان برداشت های به مراتب دقیق تری در مورد شکل زمین داشتن. فیسا قرن ششم قبل از میلاد در مدرسه خود در شهر کروتونا به شاگردان خود میاموخت که زمین به صورت کروی است اریستارخوس اهل ساموس قرن سوم قبل از میلاد استنباط نمود که زمین به دور خورشید میچرخد اراتوستنز رئیس کتابخانه اسکندریه قرن سوم قبل از میلاد محیط دایره بزرگ سیاره ما را محاسبه کرد عجیب است که مردمان کهن آگاهی‌های علمی دقیقتر و صحیح‌تری از مردمان متأخر ابراز می کردند تا قبل از نیمه دوم قرن نوزدهم دانشمندان و روحانیون مغرب زمین عقیده داشتند که کره زمین چند هزار سال بیشتر عمر ندارد در حالی که در کتاب های قدیمی براهما روز براهما که همان عمر کائنات باشد به میزان 4320 میلیون سال برآورد نمودند این رقم به 4600 میلیون سال که منجمین امروزی ما محاسبه کردهاند نزدیکتر است. البته واضح است که راه دانش پر فراز و نشیب بوده است. دانش خود را از میان تاریکی های قرون وسطا بیرون کشید و به دوران رنسانس قدم نهاد. دانشمندان با مطالعه منابع علوم کهن حقایقی را باز یافتند که مردمان بابل، مصر باستان ایرانی ها، هندوها و یونانی ها, قرن ها پیش از آنان با خبر بودند و از آن دانش استفاده می کردن. این گونه نشیب و فرازها را می توان تا هفت یا هشت هزار سال قبل پیگیری نمود و آن را خط مقدم تاریخ نامید. اکثر شهرهای قرون وسطایی کشورهای فرانسه، انگلستان، آلمان و سایر نقاط توسط مردمان آن عصر بدون در دست داشتن هیچ گونه طرح و نقشه‌ای به صورت دلخواه ساخته شده بودند. خیابان‌ها باریک، غیر منظم و فاقد سیستم فاضلاب بودند. لذا به دلیل فقدان شرایط بهداشتی، امراض اپیدمی این گونه شهرها را به انهدام کشانید. اما در حدود 2500 سال قبل از میلاد، شهرهای مهنجودارو و هارا پادر محلی که امروز پاکستان نامیده می شود داره چنان طرحهای عالی و پیشرفته بودند که شهرهایی چون پاریس و واشنگتن امروزی دارا هستند در آن شهرها از منابع آب سالم سیستم فاضلاب بهداشتی و سیستم کانالی تخلیه زباله منازل استفاده میکردند. علاوه بر استخرهای آبتنی عمومی بعضی از منازل دارای حمام خصوصی بودند اجازه دهید اشاره نماییم که تا اواخر قرن گذشته حمام در اروپا و آمریکا حالت اشرافی داشت و فقط اغنیا می توانستند از آن برخوردار شوند قبل از نیمه دوم قرن 16 اروپاییان روی میزهای خود قاشق و چنگال نداشتند و فقط از کارت و انگشتان خود استفاده می کردند اما مردم آمریکای مرکزی هزاران سال قبل از حجوم کرتکس به آن مناطق از قاشق و چنگال استفاده می کردن. در حقیقت پیش از آنان مصریان باستان در سال 3000 قبل از میلاد این وسایل را به کار می بردن. این جزئیات تاریخی مایه شرمندگی اروپاییان است موقعی که فاتحین اروپایی سرزمین آستک ها را مورد تاخت و تاز قرار می دادن. مردم آنجا در اصر طلای خود به سر می بردن. در واقع امپراتور آنها ماکت زوما روی طلا راه میرفت و پاشنه کفش های صندل او از نوعی طلای نرم درست شده بود همچنین اصل طلایی دیگری قبل از حجوم اسپانیایی ها در سرزمین اینکاها وجود داشت درهای عظیم معبد پاکا کاماک در نزدیک شهر لیمیا لیمای فعلی به وسیله چفت و بست های طلایی کلید شده بود که وقتی آنها را از درها کندند بیش از یک تن وزن داشت یک اصر نقره ای نیز در ایام پیزارو در کشور پرو وجود داشت و آن اینکه سربازان تحت امر او نعل اسبهایشان را از نقره درست میکردند برای اینکه نشان دهیم گسترش اروپا چگونه به قیمت از بین رفتن اقوام اصر طلایی امریکا گردید اجازه دهید ذخیره طلای ملل اروپا را در سال 1492 یعنی سالی که کریستوف کولوم رو به سوی سرزمین های جدید بادمان برافراشت مورد ارزیابی قرار دهیم مجموع طلای موجود در اروپا در آن زمان فقط 90 تن بود اما فقط در عرض یک سال بعد از قارت امپراتوری های مکزیک و پرو این مقدار هشت برابر گردید اصل طلای دیگری که اهمیت آن از نظر علم و دانش بسیار است اصلی است که علوم و دانش امروز دنیا مدیون متفکرینی از پرو، مکزیک، هندوستان، ایران، مصر، بابل، چین و یونان است علومی که امروز داریم بیشتر باستاب، و تکمیل شده ی فرضیه دانشمندان کهن است این مطلب نشانگر آن است که دنیا به مراتب کهن‌تر و گسترده‌تر از آن است که تا چند نسل قبل تصور می‌کردند اما تنها از 150 سال گذشته مرزهای فضا و زمان کائنات را به گذشته‌های دور و دورتر بردند در طول فراز و نشیب‌هایی که دانش طی قرون سرکرده یک حقیقت اعجاب برانگیز واضح شده است و آن اینکه دانش و اطلاعاتی که پیشینیان ما کسب کردند بدون استفاده از ابزار و وسایل دقیق امکان پذیر نبوده است و به شواهدی که نشان بدهد دانش کسب شده انگار یک باره از زمین سفت شده است باید شک کرد و البته این مسائل نیاز به یک بررسی بیطرفانه دارد بزرگترین مانعی که یک تاریخشناس با آن مواجه است کم بود یا فقدان شواهد و مدارک مورد نیاز است